ما دو تا جای بسیار خوب داریم که برای ما سکن است، راحت است، آرامش است. یکی مسجد و یکی خانه. جعل لکم من بیوتکم سکنا. الله برای شما در خانه شما سکونت و راحت بخشیده. خانه باید مثل مسجد باشه. اونجا باید ما فضای جور کنیم که عبادت الله جل جلاله در اونجا صورت بگیره، چرا که کل زندگی ما عبادت است. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه حتی لقمه تدعها فی امراتک، اگه تو یک لقمه غذا را به دهن خانمت میکنی، دی اجر و ثواب است. ما مکلف هستیم که کم از کم خانواده خودم اصلاح کنیم، گرچه که هر مسلمان مکلف است که همه امت تربیه کنه، همه انسان ها را تربیه کنه، دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم به همه مردم برسانه، ولی اولین کسی که مستقیم از اون مسئولیت داریم خانواده ماست، خصوصا مردا که رئیس خانواده هستند. الله جل جلاله مخاطب میکنه با اونا را، میگه که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتان و خانوادتان از آتش دوزخ نجات بدین. بعضی ها خب بسیار بی انصاف هستن، اگه هیچ کاری در بیرون نیافت باز در خانه میره. آدم وقتی بیکار بود یا در مسجد باشه یا در خانه، چرا که مسئولیت خانه مستقیم در گردن ماست، در اونجا ما خیلی کار داریم. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگه وقتی در سفری بودی و قضای حاجتت صورت گرفت، مشکلت حل شد، کاری که به خاطرش سفر کرده بودی انجام شد، زود به خانه برگرد، در مسافرت نمان، چرا که خانه جای سکون و آرامش است. جعل لکم من بیوتکم سکنا. اگه خانه تنظیم نباشه وقت آدم ضایع میشه، به این خاطر آدم باید خانه را تنظیم کنه، به این خاطر آدم خانه را باید تنظیم کنه که خانه خشت جامعه است، جامعه باید منظم باشه، جامعه اسلامی، جامعه که در او مردم رابطهشان با الله به اوج و کمال رسیده و رابطهشان بین هم بسیار با صمیمیت و دوستی و نصیحت و ایثار است. این تو یک جامعه چه قسم تشکیل میشه؟ خشتای جامعه اسلامی خانواده هاست. وقتی خانواده را تنظیم کردی، دیگر هم اصلاح میشن، جامعه خود به خود اصلاح میشه. هر خانواده که اصلاح شد، در خانواده اصلاح شده یک متعلم لایق و ورزیده است، یک قماندان شجاع و دلدلیر در سنگر است، یک دعوتگر بسیار مهربان و دلسوز است، یک خواهری که در دامنش ابرمردا تربیه میکنه است، اطفال است که زندگیشان لذت بخش است، اونا اخلاقشان سالم است. بنابراین این خانواده در خانواده تنظیم شدگی یک بهترین خشت بر دیوال تعمیر جامعه است. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگه مثل البیت الذی یذکر الله فیه، مثال او خانه که در او ذکر الله صورت میگره، و البیت الذی لا یذکر اسم الله فیه، و او خانه که در او اسم الله ذکر الله صورت نمیگره، مثل الحی و المیت، مثل مرده و زنده است. دیگه در خانه آدم باید شب کلش نخوابه. یک سوره است در قرآن کریم میگه چی قبو خواب، نصفه شب اوین قسم منه قلیلا، یا نصفان کم او زد علیه، یا نصفان زیادتر، ورتل القرآن ترتیلا، قم اللیل الا قلیلا، بخی شب مگر کمش بخواب، نصفه اوین قسم منه قلیلا او زد علیه، ورتل القرآن ترتیلا. رحم الله امران قام من اللیل فصلا، خدا سر از او مردی رحم بکنه که شب بخیزه نماز بخونه، و ایقظ امرأته فصلت، خانم خودم بیدار کنه و او هم بخیزه نماز بخونه، و این ابد رشح فی وجهها الماء، اگه نخیز دروش آب باش. امی الفاظ باز به خانم هم میگه، خدا او زن رحم سرش رحم کنه که بخیزه شب نماز بخونه، و شوهر خودم بخیزانه، و اگه او نخیز دروش آب باش بده. ای فضای خانه است. از کار صبح و شام داریم، خانواده باید دستجمی بشینند بخوانند. در وقت غذا ذکر خدا است، در اول غذا ذکر است، در آخر غذا ذکر است، در وقت پوشیدن لباس، در وقت کشیدن لباس، در وقت داخل شدن در حمام، در وقت برآمدن از حمام، خود که در آینه میبینی، همه ای از کار داره. و ای که در زبان همه ای خانواده باشه، ای خانواده مثل مدرسه و مسجد واری میشه، هر لحظه ذکر است. برنامه های تربیوی در خانه باید جریان داشته باشه. یکی شمو نماز تهجد است که زن و شوهر عبدالجی بخیزن
تا اطفال به او اقتدا کنند. دیگهش روزای نفلی است، دوشنبه و پنجشنبه روزه بگی که اطفال فکر نکنند که فقط رمضان. یک حدیث صبح یا بیگاه بشانی، اعضای خانواده را برشان بگویی، یاد کنند، حفظ کنند، شرحش یاد بگیرند. ازشان بخوایی که سر ازی عمل کنی، فضایل اعمال برشان بخوانی. ماشاءالله یک فضایل اعمال که برادرای تبلیغی دارن، خیلی قصه های جالب و جذاب واسو بر اعضای خانواده بخوان. سیر و مغازی پیامبر صلی الله علیه و سلم، داستان جنگای پیامبر صلی الله علیه و سلم و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار جالب است. میگه ما اطفال خود اصحاب کرام اینطور سیر مغازی پیامبر درس میدادیم، مثل ازی که کسی سوره قرآن بر اولاد خود درس میده. همینطور ما زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم، جهادایش، هجرتایش، زحمتایش تدریس میکردیم. اخلاق و ادب در خانه ایست که آدم در خانه تنها خواب نشد. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم انسان را از این منع کرده که تنها به مسافرت بره و تنها در خانه خواب شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم از آداب یاد میده بر ما، همه چیز پیامبر هم یاد میده، کل کار خیر را بر ما. اغلقوا ابوابکم، دروازه تان را بسته کنین. و خمرو آنیتکم، و ظروفتان را پت کنین سر دیگ و جلو. اطفئوا سروجکم، چراغایتان را خاموش کنین. و اوکئوا اسقیتکم، و سر چیزای آب ببندین، یعنی در سطل در کوزه آب است سرش ببندین. لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، وقتی که خواب میشین آتش در نمانید.